عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستانی که ویدیو ما رو تماشا میکنن. امیر میرکریمی هستم، مربی بدنسازی حرفه‌ای و تغذیه ورزشی از فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB. توی این ویدیو میخواییم در رابطه با کلاژن صحبت بکنیم، ماده‌ای که از موی روی سرتون گرفته تا بافت پوستتون، چشمتون، رگ‌های خونی، بافت‌های همبند مثل تاندون، مثل ربات، داخل عضلاتتون، داخل استخون‌هاتون، غضروف روی استخون‌هاتون، ارگان‌های حیاتیتون مثل قلبتون، مثل کبد، کلیه و ناخن روی دستتون هم داخلش بافت کلاژن وجود داره و یک ماده بسیار حیاتی هستش، در بدن ما عملکرد بسیار بالایی هم داره. توی این ویدیو می‌خوایم در رابطه با انواع کلاژن صحبت بکنیم. ما چند نوع کلاژن داریم، میخواییم ببینیم هر کدوم از این کلاژن ها چی کارها انجام میده و ما هر کدوم از این کلاژن ها رو توی کدوم ماده غذایی پیدا میکنیم و اگر اون مشکل خاص رو داریم کدوم نوع کلاژن رو باید به صورت مکمل بخریم یا اینکه از چه غذاهایی بگیریم و به شما میگیم که حرفایی که راجع به کلاژن زده میشه، راجع به مزایایی که میگن کدومشون به قطعیت رسیده و تست شده، مقاله معتبر راجع بهش هست و کدومی که از اونها به صورت 50-50 و عموما مانور بازاریابی تولید کننده ها هستش. و در نهایت میخوام به شما دوز مصرفی مکمل کلاژن هم بگم که چه مقدار میتونید مصرف بکنید. بسیار عالی، شروع میکنیم با یه آشنایی راجع به کلاژن. کلاژن تشکیل شده هستش از 5 تا آمینو اسید به نامای پرولین، هایدروپرولین، گلوتامین، آلاناین و گلایسین که این آمینو اسیدها با هم به شکلی که کنار هم قرار میگیرن و ساختاری که تشکیل میدن 5 نوع کلاژن رو به وجود میارن. این 5 نوع کلاژن هر کدوم عملکرد خاص خودشو داره که من به ترتیب به شما میگم. کلاژن نوع 1، کلاژن نوع 1 تقریبا میشه گفت 90% از کلاژنی که توی بدن شما هست به شکل کلاژن نوع 1ه. خب این کلاژن نوع 1 ما کجا میتونیم پیدا کنیم؟ با توجه به اینکه گفتم 90% تو تقریبا تو تمام بافتا، از شما رگا، از تاندونا، از ربات ها بگیرید تا تو بافت های حیاتیتون، پوست، مو و ناخون، این کلاژن و تو استخون ها این کلاژن وجود داره و شما این نوع کلاژن رو توی مواد غذایی که میخورید از ماهی، گوشت گاو، سفیده تخم مرغ و آب استخون میگیرید. بعضیا قدیم استخون رو میذاشتن روی گاز میپخت، آبش رو نگه میداشتن داخل یه ماده غذایی استفاده میکردن. این کار خیلی کار خوبیه، یه منبع بزرگی از کلاژن طبیعی هست با کیفیت بالا و کمترین عارضه جانبی. اگر شما آب استخون رو استفاده بکنید بخش قابل توجهی از کلاژن مورد نظر بدن شما تامین میشه و این منابعی که بهتون گفتم منابعی هستش که کلاژن نوع 1 داخلش زیاده. مواد غذایی که سرشار از پروتئین هم هستن کلاژن نوع 1 داخلشون هست. اینو به صورت عمومی گفتم راجع به همشون، اما این چند تایی که به شما گفتم اینا منابع اصلیشن. خب کلاژن نوع 1 چیکار میکنه؟ کلاژن نوع 1 توی چروک ها تأثیر داره. کسایی که چروک دارن اگه کلاژن نوع 1 رو استفاده بکنن چروک هاشون کمتر میشه، به اصطلاح خاصیت جوان کنندگی داره، ضد پیری داره. و کسایی که سلولیت دارن، سلولیت این گوله های چربی هستش تو بعضی از نقاط، مثلا تو پشت پا یه سری نقاط بدن یا مثلا توی شکم یا پهلو سلولیت تشکیل میشه. این گولای چربی هستش که سختم میشه از بینشون برد. ساختار سلولیت رو هم باز میکنه و کمک میکنه اون سلولیتاتون رو بین بره. هر جا هم که زخم بشه اگر کلاژن تو بدنتون بیشتر باشه سریعتر زخمتون بسته میشه. قدیم هم اگر یادتون باشه میومدن این کار رو انجام میدادن، کسی که مریض میشد سوپ با
مثلا آب مرغی یا استخون و قلم و اینا رو بهشون میدادن استفاده میکردن، که باعث میشه هر عمل و هر جراحتی که شما داشته باشید کلاژن باعث میشه اون زخمتون سریعتر خوب بشه. خب میریم سراغ کلاژن نوع دو. کلاژن نوع دو کلاژنی است که بیشتر داخل مفصل استفاده میشه. به نسبت کلاژن نوع یک بکشید، فرض کنید اگه کلاژن رو حالت کش در نظر بگیریم، کشی هستش که راحت تر کشیده میشه، شلتره. این خاصیت کششیش باعث میشه که داخل مفصلا استفاده بشه. بنابراین کسایی که درد مفصلی دارن کلاژن نوع دو بسیار میتونه بهشون کمک بکنه. اگر شما مکمل تهیه بکنید پشتش رو بخونید، نوشته کلاژن تایپ 1، تایپ 1، کلاژن تایپ 2. اون تایپ 2 برای ترمیم مفصل هست. کسایی هم که آرتروز دارن این کلاژن بهشون کمک میکنه. حالا این نوع کلاژن رو ما کجا میتونیم بگیریم؟ شما کلاژن نوع 2 رو میتونید داخل مرغ، میتونید داخل آب استخون، آب قلم میتونید بگیرید کلاژن نوع 2 رو، و سورس دیگه ای هم نداره. میریم سراغ کلاژن نوع 3. کلاژن نوع 3 شباهت بسیار زیادی به کلاژن نوع 1 داره، اما بیشتر داخل ارگان‌ها، داخل رگ‌ها دیده میشه کلاژن نوع 3. و یکی از کارهایی که انجام میده لخته کردن خونه. شما کسایی که انعقاد خون پایینی دارن، زخم میشه، دیر خونشون بند میاد، اینا کلاژن نوع 3 خیلی به کارشون میاد. و یه ویژگی دیگه هم که داره کلاژن نوع 3، تو عضله بیشتر دیده میشه این کلاژن، بنابر این تو ریکاوری تمرین هم تاثیر داره و عملکرد ورزشی شما رو میتونه ببره بالا، یعنی جلوی تخریب عضله رو میتونه بگیره. حالا من بعدا راجع به این صحبت میکنم به صورت مفصلتر، اما اینجا اشاره بهش کردم. کجا میتونیم کلاژن نوع 3 رو پیدا کنیم؟ گفتم شبیه کلاژن نوع 1. کجا کلاژن نوع 1 رو بیشتر پیدا میکردیم؟ آب و استخون، گوشت گاو، ماهی و سفیده تخم مرغ و غذاهای سرشار از پروتئین که اولویت آخر بودن، این 4 تا اولویت اصلی. و کلاژن نوع 4 رو بریم ببینیم چیه. کلاژن نوع 4 کلاژنی هستش که به صورت ورقه‌ای شکلش، یعنی ما کلاژن‌ها رو تا حالا صحبت می‌کردیم، کلاژن‌هایی هستند حالت ریسمان و تناب دارن. این کلاژن نوع 4 شبیه ورق میمونه، شبیه صفحه است. بنابراین توی غشاها استفاده میشه، توی چه بافتایی هست، توی پوست هست، توی لایه‌های زیری پوست و داخل کلیه هست، داخل چشم هست، تو ارگان‌ها بیشتر استفاده میشه. و این کلاژن رو شما تو سفیده تخم مرغ میتونید پیدا کنید. جای دیگه‌ای هست مقدارش کمه، اما قابل توجهش تو سفیده تخم مرغ. خب این کلاژن چیکار میکنه برای ما؟ شما وقتی که خراش سطحی پیدا میکنید تو پوست، خراشایی که سطحی ان، عمقی نیستن، اون صحبت که کردیم که زخمتون خوب میشه، اون زخمای عمقی بود، زخمایی که سطحی هستن، این کلاژن نوع 4 خیلی کمک میکنه و شما خیلی به ندرت میتونید کلاژن نوع 4 رو تو مکمل پیدا کنید. بنابراین سفیده تخم مرغ میتونه خیلی بهتون کمک بکنه، سرشارم هست از کلاژن نوع 4. و اگر دقت کرده باشین بچه اشتراکی بود بین کلاژن نوع 1، کلاژن نوع 3 و کلاژن نوع 4 تو سرشار بودن از این نوع کلاژن تو سفیده تخم مرغ. بنابراین شما سفیده تخم مرغ رو اگر تو برنامه غذایی داشته باشید، سه نوع کلاژنی که تا حالا صحبتش کردیم رو عملا گرفتید و به مشکل نمیخورید. میریم سراغ آخرین نوع کلاژن، یعنی کلاژن نوع 5. خب کلاژن نوع 5 هم دوباره سخت پیدا میشه به شکل مکمل، اما کجا ما زیاد میبینیم؟ این کلاژن خیلی ساختار نخی داره، یعنی من گفتم بقیه شبیه ریسمانه، اینو کلاژن نوع 4 گفتم شبیه ورقه، اینو به شما میگم شبیه نخ نازک میمونه.
و این نوع کلاژن تو بافتایی مثل مو که یه ساختار خیلی نازکی داره بیشتر دیده میشه و شما این نوع کلاژن هم عملا میتونید کجا پیدا کنید؟ تو جاهایی که کلاژن نوع 1 و نوع 3 رو پیدا میکردید، آب و استخون، ماهی، گوشت قرمز، سفیده تخم مرغ و منابع سرشار از پروتئین. خب ما اگر بخوایم یه غذایی داشته باشیم که بتونه کلاژن ما رو تامین کنه، کافیه آب و استخون رو داخل برنامه غذاییمون بگنجونیم. 5 نوع کلاژن داخل این هست. پس بنابراین کسایی که حس میکنن یکی از این مشکلاتی که بهشون گفتم و دارن، آب و استخون استفاده بکنن داخل غذاشون. اگر نمیخوان برن سمت مکمل، برن سمت سفیده تخم مرغ، ماهی، گوشت قرمز، سینه مرغ یا فیله مرغ، اینا میتونه کمکشون بکنه. و یه موضوعی هم به شما بگم همینجا، کلن بیشتر این تحقیقاتی که انجام شده راجع به کلاژن نوع 1 و نوع 2 هست. بنابراین صحبت‌هایی که راجع به کلاژن‌های نوع 3 4 5 کردیم، صحبت‌هایی هستش که اطلاعات راجعش کمتر بوده و اطلاعاتی که خیلی به دیتیل باشه، جزئیاتون راجعش صحبت بکنیم، اینا وجود نداشته و مقالات راجعشون کمه. همین اطلاعاتی که استخراج شده مطالب اصلی بوده و دقیق بوده که خدمتتون ارائه کردم. بسیار خوب، شما وقتی که میخواهید کلاژن رو بخرید باید به چند تا نکته دقت کنید اگر میخواهید مکمل استفاده بکنید. یکی این که این کلاژن سولفید نداشته باشه. اکثر مکمل هایی که داره فروخته میشه سولفید نداره. کدوما داره؟ اونهایی که به صورت فلهی و باز هستش و برای کمپانی ها فرستاده میشه که اونا تصفیهش بکنن. بنابراین عمده کلاژن هایی که هست مشکل نداره. کلاژن هایی که هایدرولیز شده خیلی بهتره، چون جذبش بالاتره و کمتر معدتون رو اذیت میکنه، سرگیجه نمیاره، حالت تعب نمیاره، چون جذب کلاژن سخته به شکلی که به شکل مکمله. ولی کلاژن هایی که به شکل هایدرولیز شده هست بسیار جذبش خوبه و بدن شما بهتر از اون میتونه استفاده کنه. چقدر کلاژن استفاده بکنیم؟ شما بین 2.5 گرم تا 10 گرم روزانه میتونید کلاژن استفاده بکنید. بستگی به نیازتون هست. شما چقدر نیاز تو بدنتون وجود داره؟ یکی ورزش میکنه، مصرف کلاژن بیشتری احتیاج داره، یکی آسیبش بیشتره و هرچی سن میره بالا ما نمیتونیم دوز بالاتر استفاده کنیم. بنابراین این فاکتورها تعیین کننده هستن که شما چه دوزی رو مصرف کنید. اما شما میتونید از 2.5 شروع بکنید، اگر مشکل نداشتید یه مقدار بیشترش بکنید، بیاید روی 4 گرم مثلا، 3.5 گرم و پله پله تا جایی که دیدید اذیتتون میکنه کمش بکنید. و کلاژن هم از مکمل هایی هست شما برای مدت طولانی باید استفاده کنید. اگر شما دیدید سرگیجه دارید، سوزش معده دارید، خارش پوست دارید، باید دوز کلاژنتون کم بکنید و به این شکل شما میتونید یه دوز مناسب بین 2.5 تا 10 گرم کلاژن رو برای خودتون تعیین بکنید. خب خیلی از مکمل هم هستن که اصلا 1 گرم کلاژن تو روز به شما میرسونن، اونا بنابراین مشکلی ایجاد نمیکنه، ضعیفترن و عمومیترن. خب ما راجع به نوع مکمل کلاژن هم صحبت کردیم، باید صحبت بکنیم راجع به اینکه کدوم یکی از خواصی که راجع به صحبت کردیم تحقیقاتش محکم‌تره و چیزایی که راجع به کلاژن می‌شنویم کدوماش درست است و کدوماش درست نیست. راجع به اینکه کیفیت پوست، مو و ناخون رو بالا می‌بره، این چیزی هستش که تایید شده است. یعنی یک تحقیقی که راجع به دو تا گروه رو آوردن، به یکیشون کلاژن دادن، به اون یکی هم قرص میدادن، ولی اینا نمیدونستن کلاژن نیست. فرض کنید به یکی قرص گچی میدن، به یکی کسی کلاژن میدن، اینا هر دو میخوردن، خودشون هم نمیدونستن و اومدن تست گرفتن. از طرف خود محققان به صورتی بوده که
کسایی که آزمایش میگرفتن میومدن نتایج آزمایش رو میدن، میدن خب این شخص به عنوان مثال شماره 4، شماره 10، شماره ایکس، این پوستش بهتر شده. میومدن نگاه میکنن خب اینا کلاژن مصرف کردن، در نتیجه میگفتن کلاژن باعث بهبود کیفیت پوست، ناخون و مو میشده. پس این خصلتش تعیین شده است. و اینکه ویژگی دوم، اینکه سلولیت های پوستی رو کاهش میده، این ویژگی هم تایید شده است. اومدن تحقیق کردن روی افراد، 6 ماه بهشون کلاژن دادن و بعد از 6 ماه دیدن که سلولیت هاشون کمتر شده و باز شده. در رابطه با ویژگی سومی که راجع به کلاژن میگن که راجع به مفصل هست، کلاژن نوع 2 بسیار کمک میکنه به مفصل شما، کلاژن نوع 1 هم کمک میکنه و ترکیب این دو بسیار عالیه برای کسایی که درد مفصلی دارن یا آسیب مفصلی دارن، میخوان مشکلشون برطرف بشه. این هم تایید شده است و درد افرادی که آرتروز داشتن یا آسیب مفصلی داشتن رو کلاژن کم کرده. بنابراین روی این موضوع هم شما میتونید حساب باز کنید که کلاژن میتونه شما کمک کنه. حالا راجع به دو تا موضوع میخوام صحبت بکنم که موضوعای 50-50 هن و یکم جای بحث داره. یکی این که میگن کلاژن برای عروق و برای کبد خوبه. ببینید عروق و کبد ما نیاز بالایی به آمینو اسید گلایسین دارن و اینها براشون خیلی تعیین کننده هستن که آمینو اسید گلایسین اگه برسه اینها کیفیت بهتری دارن. خب کلاژن به شما گفتم 5 تا آمینو اسید تشکیل شده، یکیش گلایسین بود. ایراده تحقیقاتی که انجام میشه و میخوان مکمل کلاژن بیشتر بفروشن این هستش که نمیگن که کبد و عروق به خاطر گلایسین هست کیفیتشون بهتر میشه و شما گلایسین رو به صورت جدا میتونید بخرید، کمترم به معدتون فشار میاد تا کلاژن بخورید. و یک نقش موثرتری رو آرژنین داره، یعنی شما اگر گلایسین و آرژنین رو بخرید برای عروق و کبدتون خیلی بهتره. خاصیت سمزدایی داره از کبدتون، این دوتا مکمل با هم، در صورتی که کلاژن قدرتش به این اندازه نیست اما روش مانور دارن میدن. بنابراین شما اگر میخواید برای عروق و کبد مکمل رو تهیه کنید، برید سراغ گلایسین و آرژنین، بیشتر به شما جواب میده. و راجع به عضله گفتن که عضله رو میتونه سایز بده، عضله رو میتونه ساخت و سازش بیشتر بکنه، در صورتی که این واقعیتی هستش که میتونه به شکل دیگه ای بیان بشه. ببینید ما گفتیم کلاژن گلوتامین زیادی داره و بتا‌آلانین زیادی داره. خب این دوتا خیلی تأثیر دارن توی اثر آنتی کاتابولیک عضله. حتی من یه ویدیو راجع به گلوتامین هم درست کردم، شما میتونید برید چک بکنید، اونجا من توضیح دادم که گلوتامین اثر آنتی کاتابولیک داره و ریکاوری رو میبره بالا. خب پس گلوتامین هست و بتا‌آلانین هست که این کار رو انجام میده، دوباره این ویژگی رو دارن نسبت به کلاژن. شما اگر غذایی رو مصرف بکنید که پروتئین لازم روزانه به شما برسه، شما مطمئن باشید مشکلی از بابت تخریب عضله ندارید. من نمیگم برای کسی که استروید استفاده کرد استرویدش رو قطع میکنه عضله دست میده، خب اون یه چیز غیر طبیعی، من توالت نرمال دارم به شما میگم و اون اصلا راهکارش جدا هستش از بحث کسی که داره طبیعی تمرین میکنه. بنابراین ما اگر قرار هست کلاژن استفاده بکنیم، چند تا چیز رو ازش میتونیم ببینیم در رابطه مفصل، سلولیت، پوست و صحبتایی که خدمتتون کردم در رابطه با ترمیم زخم، جراحت و آسیب، تو اینجور مسائل به شما میتونه کمک بکنه. اما اینکه باعث رشد عضله بشه یا برای کبد یا عروق به صورت خاص خوب باشه، نه که خوب نباشه، کسی که کلاژن بخوره قطعا ویژگیشو میبینه، اما اگر میخواد بره روی کبد و عروق کار کنه بهتره بره سراغ آرژنین و گلایسین، بهتر نتیجه میگیره. کسی که میخواد عضلش رو نگه داره بهتره بره سراغ گلوتامین، بره سراغ آمینو اسیدها، تا اینکه بیاد با آرژنین بخواد با کلاژنی مشکل حل کنه. بنابراین بدونید برای چه هدفی چی رو استفاده میکنید.
برای مفصلم که گفتیم کلاژن نوع 1 و نوع 2 با هم بهتر جواب میدن تو بدنسازی، خیلی مهمه خاطرتون باشه کلاژن نوع 1 و 2 با هم. تو چه مکملی میتونیم پیدا کنیم؟ مکمل فلکس پاور، شرکت اگه اشتباه نکنم شرکت اروپای شرقی بود که مکمل فلکس پاور، اگه تو اینترنت سرچ کنید فلکس پاور پیدا میکنید. مکمل فلکس پاور کلاژن تیپ 1 و تیپ 2 رو با هم داره و کمک میکنه مفصل شما احیا بشه. خب دوستان، به انتهای این ویدیو رسیدیم. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه از ویدیو خوشتون اومد ویدیو ما رو لایک کنید. اگر تا به حال کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کانال رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید.